آمریکا و چین یکدیگر را به اشاعه ویروس کرونا متهم می‌کنند. این اقدام روابط دو کشور را که به دلیل جنگ تجاری خدشه‌دار شده بود، بیش از پیش تنش آلود کرده است. برگردان فارسی گزارش پاتسی ویدکاسوارا از صدای آمریکا. در حالی که چین تا حدودی اشاعه ویروس کرونا را تحت کنترل درآورده و شمار مبتلایان به این بیماری در آن کشور سیر نزولی پیدا کرده، دولت ترامپ مقام‌های چین را در مورد ندادن هشدارهای به موقع و کافی در مورد شیوع این بیماری مقصر می‌داند. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا می‌گوید این یک تلافی یا بازی سیاسی نیست و چین باید شفافیت بیشتری از خود نشان می‌داد. سازمان جهانی بهداشت می‌گوید ویروس کرونا ملیت خاصی ندارد. با این حال پرزیدنت ترامپ هنوز آن را یک ویروس چینی می‌خواند، اما تأکید می‌کند که به هیچ عنوان نجات پرست نیست، بلکه اشاره‌اش تنها به منشأ این ویروس است. چین ارتش آمریکا را مسئول بروز بیماری کرونا اعلام کرده و مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا نیز دیروز در کنفرانس خبری در کاخ سفید نسبت به وجود کارزاری آگاهانه از اطلاعات اشتباه و گمراه کننده در مورد ویروس کرونا هشدار داد. می‌خواهم در مورد اطلاعات غلطی که مردم در توییتر و سایر منابع می‌بینند حرف بزنم. برخی از این اطلاعات از جانب افراد است و برخی از جانب دولت‌ها. برای مثال یکی از این اخبار به این اشاره می‌کند که ارتش آمریکا منشأ ویروس کرونا است. تأکید می‌کنم تمام این داده‌ها اشتباه است و آمریکایی‌ها و مردم در سراسر جهان باید تنها به اخباری توجه کنند که از منابع معتبر و مطمئن پخش می‌شوند. رابرت دالی از اندیشکده ویلسون می‌گوید آمریکا و چین می‌توانند و باید تلاش‌های خود را صرف مقابله با بیماری کرونا کنند و اتهام زنی متقابل پکن و واشنگتن در این خصوص را بچگانه خواند. هوشمند میرفخرایی، صدای آمریکا.